امضا نکردن پیمان امنیتی. رئیس جمهور کرزای در کنار طالبان، حزب اسلامی و ایران یا در برابر آمریکا، ناتو و موافقان پیمان. رازهای زندگی رئیس جمهور روسیه در کتاب جدید پوتین. ولادیمیر پوتین فرد زخم خورده و همجنسگرا است. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یاوش خوش آمدید. بحث پیمان امنیتی ابعاد پیچیده تر پیدا می کند و قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تهران برود. وزارت خارجه ایران پیش از انجام این سفر مخالفتش را با امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن آشکارا اعلام نموده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته امضا و اجرای این پیمان امنیتی در هر حال تأثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای دارد. تأخیر رئیس جمهور در امضای این پیمان طالبان و حزب اسلامی را نیز در کنار آقای کرزی قرار داده است. طالبان در خبرنامه اعلام کردند به نظر می آید که کرزی راه درست را پیش گرفته و امیدواریم که این مخالفت از غرور افغانی سرچشمه گیرد و به مشکلات این کشور پایان دهد. بر همگان آشکار است که افغان ها هرگز نیروهای خارجی در کشورشان را نخواستند. کرزی باید بدون هیچ شک و تردیدی خودش را از این مسئله شرم‌آور تاریخی کنار بکشد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از مخالفان حکومت کنونی نیست با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور کرزی از او خواسته تا پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نکند. حکمتیار نوشته خوب است که حامد کرزی در پایان لحظات حکومتش راه درست را در پیش گرفته و نام نیک را در تاریخ افغانستان برای خود بجا بگذارد. اما وزرای خارجه ناتو در نشست بروکسل شرط حضور نیروهای آمریکا و ناتو را امضای پیمان امنیتی گفتند و موافقان این پیمان در داخل نیز تأخیر رئیس جمهور کرزی را در امضای این پیمان سوال برانگیز می‌دانند. حال در این دوراهی آقای کرزی با کی‌ها همسو خواهد شد؟ طالبان، حزب اسلامی و ایران یا آمریکا، ناتو و موافقان پیمان؟ ادریس رحمانی پژوهشگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما هستند. همچنان فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگانم به این بحث خواهند پیوست. خیلی خوش آمدین آقای رحمانی. فکر میکنین چگونه است که حالا طالبان، حزب اسلامی، آقای کرزی و ایران در یک خط و یک موقف قرار میگیرند در برابر این پیمان؟ خب پیمان امنیتی افغانستان از اما روزهای آغازینش معلوم بود که مبحث داخلیش بسیار یک مبحث کوچکتر است. تا آنجایی که مربوط به مسائل داخلی افغانستان میشه هیچ وقت فراتر از این دو سه مقوله غرور افغانی و ای هم که نظر در گذشته ما هیچ وقت این کار نکردیم، به خلاف غیرت افغانی ماست، خلاف ارزش‌های تاریخی ماست، از این بالاتر چیزی در چارچوبات محاسبات داخلی ما از این بیشتر چیزی مطرح نشده. ولی آنچه این پیمان داره پیوسته در بسلا برگشت از این بر بازدهیش به سطح منطقه است و فراتر از منطقه است. از او خاطر کسایی که افغانایی که در این موقف میگیرن خودآگاه یا ناخودآگاه از یک سیاست منطقوی نمایندگی میکنن یا از یک سیاست منطقوی پشتیبانی میکنن. بنان در سطح منطقه اگر صحبت کنین، حضور امریکایی‌ها در افغانستان به یک زبان بسیار ساده، حضور امریکایی‌ها در افغانستان اگر برای یک لحظه بگذاریم که برای ما از در داخل افغانستان چی پیامدهای داره، در منطقه در نهایت دو کشور را که سخت علاقمند هستن امریکایی‌ها را سر اجندای بین‌المللیشون چالش کنند یا در اجندای منطقه‌ایشون، هم پاکستانی و هم ایرانی ها، اینا علاقمند به پیمان نیستن به خاطر از اینکه با حضور امریکا در افغانستان اونا زمینه چانه زنی مذاکرات خود چون امر امریکا کم رنگ تر میشه. یعنی امتیازی که فعلا دارن به دست آورده رئیسن از او یک ذره هم زمینه چانه زنیشون کم میکنن. اما کسایی که مثل مخالفین مسئله افغانستان که از اون موقف دفاع میکنن بسیار خوب است، به نظر من بسیار زیاد مهم است که منیس افغان یک محاسبه، یک تعریف، یک تشریع ازی بتن که خب نبود امریکایی ها یا نبود جامعه بین المللی در افغانستان پیامدش برای خود افغانستان چی است. آقای کرزی ظاهرا این سوال را پاسخ داده. آقای حکمتیار، ایشان گفتند در مورد این که امریکا پس از سال 2014 نیروهای خود را از افغانستان به طور کامل خارج می کند، کرزی هیچ ترس و نگرانی بدل راه نده.
سیز مگر می خود یک محاسبه نیست. ببینید محاسبه ایشون میگن کشور در اشغال است و این نیروها اگر برن دیگه مسئله افغانستان و جنگ افغانستان هم در اینجا خاتمه پیدا میکنه. خب اینا در حد یک شعار و در حد یک جمله درست است، مگر در حد محاسبه چنین یک چیزی کار است. شما میگین و نیست یک سیاستمدار که خب ما به اساس اینو تو یک استراتژی که تشریح باید بکنین، میگین که اینقدر نیرو داره و دو کشوری که ما را که ما مشکل داره اینقدر نیرو دارن و به اساس اینو تو یک استراتژی ما میتونیم در مقابل کشورها خود نگاه کنیم. بدون شک تمامی میدونه خود آقای حکمتیار و رهبری طالبان هم میدونن که با مجردی که اونا هم در قدرت بیان، با مجردی که در قدرت بیان، از امروز روز به بعد پالیسی دو کشور در مقابلشان همین چیز خود بود که مثل که در مقابل آقای کرزی هستند. این احساس پاکستان و ایران امروز آقای کرزی کدام مشکل شخصی ندارن، امروی ساختار سیاسی افغانستان مشکل دارن. ببینید خود آقای حکمتیار وقتی که در کابل بود دمو وقت امروی پاکستان این مشکل داشت. سوال اصلی اینجاست که مال امروز ندارن. هر کسی که در ریاست جمهوری افغانستان بره وقتی بخواین ثبات سیاسی رو به وجود برین، این دو کشور میگه برای ما محدودیت ایجاد میکنه. سوال اصلی حالا در اینجاست که چگونه آقای کرزی اینقدر میدان داده و این مخالفان که حالا یک همسویی ایجاد شود میان دیدگاه آقای کرزی، میانه دیدگاه های طالبان، حزب اسلامی و ایران، چیزی که بیشتر از این کمتر مشاهده شده. حالا طالبان در هیچ حرف آقای کرزی را تایید نکرده بودند، اما در اینجا ظاهرا آقای کرزی را بسیار هم تایید کردند. خب این که آقای کرزی تونستد حالا فکر میکنین آقای کرزی واقعا داره در یک خط ضد آمریکایی و در کنار طالبان، حزب اسلامی و ایران قرار میگیره؟ ببینید شما وقتی منفعت مملکت میخواین به چانه زنی بگیرین و به مذاکره بگیرین، دو حد دو وقت بهترین کاری که شما میتونید که احتمال اغلب آقای کرزی می کار کرده رئیس، شما دو طرف مسابقه را هر دویش پیوسته امرش مذاکره میکنین، چیزی که اونا میکنن. شما هم گفتین امیال دو دقیقه پیش که پیوسته درست پیش امرای نواز شریف مذاکره داشتن، امرای ایران مذاکره، در این زمان امرای امریکا مذاکره کردن. این کار باعث از این میشه که در چانه زنی پیوسته بتونن با یک لنگر بیشتر صحبت کنن، خصوصا جرگه یکم لنگر کاریشون در مقابل امریکا ضعیف ساخت. جرگه به شکلی که اونا تصور میکنن به مراد به موقف مذاکرات از اونا کار نداد، از او خاطر ناچار هستن یک برن حرفای نو پیدا کنن و در مقابل امریکا به خاطر امتیاز گرفتن برن باز اثر شروع کنن. اما تا جایی که مربوط به این میشه که در نهایت امر اگر قرار می بود که آقای کرزی امرای ایران و پاکستان جور می اومد، 10 سال پیشتر هم میشد این کارو بکنن. اگر اونا از 30 سال جنگ افغانستان ولی 10 سال پیشتر که موقف آقای کرزی خیلی مشخص بود در کنار آمریکایی و به حمایت آمریکایی ها، خب او هم یک شبه همون موقف به وجود نامده بود. 30 سال جنگ برشان آموخته بود که به اون موقف رفتن. نه اگر امروز 30 سال فراموش میکنن، 12 سال یک درس نه آموختن، یا هم یک تجربه عجیب و غریب خواهد بود، ولی من مطمئن هستم که 30 سال به قدر کافی تجربه کردن و این 12 سال هم تجربه کردن و این دو تا هر افغانی که دمی پروسه زندگی کرد، هر افغانی که دمی دو پروسه را هر دویش دید، به قدر کافی میفهمه که یکیش از دیگه ایتو نیست که یکیش بهتر از دیگهش است، یکیش بهترین است، مگر در اگر هر دویش بد باشه یکیش از دیگهش کم بهتر است و این هر فرد افغان درک میکنه. بسیار ساده، شما برین شرایط زندگی در 1990، در 1996 تا 2000 و بعضی وقت سیل کنین، از روی زوم میفهمین. این حال سوال میه در رابطه به این که آیا به غرور ما سر میخوره، به غیرت ما سر، آیا به ننگ افغانی سر میخوره نمیخوره. ببینین اگر تا جای مثلا همین چیزایی که خب ما افغان اول، خب ما نمیتونیم برای خود یک خصوصیت ایجاد کنیم که در دنیا هیچ کس دیگه نداره، تنها ما داریم. اگه کار بکنیم در دنیا بسیار انگشت نما میشیم و هیچ امرای هیچ کس دوست نمیشیم. ناچار هستیم با بعضی خصوصیاتی که در دیگه دنیا دیگه مردمای پیشرفته خب دنیا. خب آقای کرزی ظاهرا یک چنین تعریف پیش میکشه وقتی میگه که ما شیر هستیم و آمریکا با شیر پیمان میبنده، ظاهرا یک چنین خصوصیاتی که شما میگین در هیچ کجای دنیا نمیشه سراغ کرد، در اینجا در نزد آقای کرزی وجود داره. خب من فکر میگم رئیس دولت در اموج تنها میخواست یک از تشابه منطقی کمک استفاده کنه نسبت به اینکه عملا منظورشان این بود که افغانا کمک مسئله غرور برشان مطرح است. غرور بد گپ نیست، غرور یک چیزی بسیار مهم است، لیکن سوال این نکته مشترک میان حرفای طالبان و آقای کرزی هم میتونه باشه. ما میخوایم این مسئله را بگویم که امی طالبان هم و امی حزب اسلامی هم اگر قرار باشه به غرور افغانستان پابند باشن، به غرور افغانی پابند باشن، باید اینمی لحظه فکر کنن که به مجردی که خربیا بره امی غرور خودشون هم ناچار هستن نگاه کنن. چی رقم نگاه میکنن؟ امرو بیان تشریح کنن چی رقم نگاهش میکنن؟
اینمی غرور پایمال شده نیست، به خاطر اینکه ما دیدیم که کتی کیبل اینمی مردمای پنجابی آمدن، مردم ما را زنا و سیاسرا را کتی کیبل زدن. امیر چطور نگاه میکنید؟ حداقل امروز کتی کیبل نمیزن. خب در جنگ میمریم، من نمیتونم ادعا کنم که بودن امریکا برای ما بسیار خوب است، هیچ کس نمیتونه. مگر سوال اصلی است که یک نفر به حاضر شوه بگه که اینی آلترناتیو از هر دوی زی که بهتر است، همگی خواد قبول کرد. ولی ما دو آلترناتیو داریم. امریکایی ها از اینجا که میرن از خود پاکستانی ها پیوسته رفتن، امی تمام مذاکرات پاکستانی هم روی امریکایی است که این مردم بگذارین برای ما، شما نمید این مردم، شما نمیفهمین که این مردم امرای خارجی ها میشه میزنن. سرچپه آنچه که برای شورش های ما میگن، برای امریکا ها میگن این مردم ارزش از زیر نداره کسیان در آبت داره، این ما براتون بهتر میتیم، این مردم بانین که ما اصلاح کنیم. اینمی آلترناتیو ماست. اگه او آلترناتیو برای ما غرور ما رو بهتر نگاه میکنه، نمیفهم ما منعیش یک ملت. ولی آره، شما فکر میکنین که آقای حکمتیار و ملا عمر جدا از اون استراتژی هایی که حالا گفته میشه در پاکستان تایمش حرف میزنن؟ نه، به هیچ وجه نمیتونن. به خاطر شما نمیتونن، مثل که آقای کرزی نمیتونه جدا از استراتژی آمریکا صحبت کنه، اونا هم نمیتونن، به خاطر اونا درون پاکستان حضور دارن. اگه جمع میگن که شما استقلال سیاسی ندارین، خارجی هست، اونا خزینه هم که استقلال سیاسی به خاطر مکمل در یک کشور خارجی منعیس مهاجر هستن، درست؟ استقلال خارجی خب اصلا ای به خاطر جربسای سیاسی شاید به خاطر بزدادن مردم خوب باشه، مگر از نظر منطقی ای خو هیچ معنی نداره. سوال اصلی است که یک نفر میرین میگه برادر کارت غلط است، باید یک قدم دیگه پیش برین با یک کار درست چی است؟ هم کار درست هم میشه یک دفعه مدلل کنین. سوال اصلی نمیجاست. همه گیمه میگه که امروی امریکای درست کار نیست. خب؟ آلترناتیوش چیست که ما در 10 سال، 20 سال، 30 سال آینده منعیش یک مملکت همیجا زنده بانیم؟ ولی اینا استدلالشان این است که حالا امریکایی ها سبب تداوم جنگ در افغانستان شدن، حتی چیزی که در حرف آقای کرزی هم میشه سراخ کرد این مسئله را. خب ما در سال 1990 تا 2001 مثل که آقای کرزی میدونه، رهبری طالبان میدونه، امریکایی‌ها را که هر قدر طالبان کوشش کرد که به رسمیت بشناسیشان، گفتن اساسا نمیخوایم در این منطقه بیایم. نه، اساسا امریکایی‌ها حضور نداشتن، نه سفارتشان بود نه یک نفرشان بود. مگر او جنگ از کجا شد؟ امی بزرگترین کشتاری که ملت افغانستان داد دمو 10 سال داد، اما از کجا آمد؟ او وقت امریکایی‌ها نبود، از او پیشترش درست روسا بود. مگر می ده هر کسی می تشریح میکنه که می انسان چطور مرده این مملکت. به جز پاکستانی ها هیچ کس حضور نداشت، تنها عربا و پاکستانی ها حضور داشت. آقای رحمانی، حالا رئیس جمهور در جرگه به صراحت گفت تنها کشوری که مخالفت علنی کرده در مورد این پیمان ایران بوده. بازم رفتن به ایران به چه معنا است؟ در چون این وضعی که آقای کرزی هم نمیخواد این پیمان را امضا بکنم. خب اول خب من مطمئن نیستم که آقای کرزی پیوستن به اون جلگه مخالفان پیمان هست؟ نه، من فکر میکنم آقای کرزی چیزی بسیار عمده را که در جرگه از دست داد، او یک موقف بسیار مستحکم در مقابل در میز مذاکره بود. به خاطر که دوباره یک موقف پیدا کنن برای مذاکره، ناچار هستن برن گزینه بدیل. مثلا امریکایی ها فعلا آنچه که بر در مقابل آقای کرزی بسیار جدی مطرح میکنن، گزینه صفر. گزینه صفر معنای چیزی که شما را میگذاریم برای منطقه. آقای کرزی هم ناچار است برن امرای منطقه آخرین حرفای خود بگن که خب اگر گزینه صفر مطرح بود و اگر دهی حالت رفته، باید محاسبه خود داشته باشن. منعیس یک سیاستمدار، منعیس یک رهبر ملت که در گزینه صفر ما در منطقه با کدام مسائل روبرو هستیم. و من مطمئن هستم که تمام صحبتاش همراه نواز شریف چی در مری بود و چی چند روز پیش در ریاست جمهوری بود، مری مهمتر بود به خاطر تنها صحبت کردن در دو جام و در پاکستان در ایران هم. یعنی شما میگین که به دنبال یک گزینه بدیل آقای کرزی برآمدن؟ خب ناچار هستن وقتی میرن تا ولی این سوال مطرح میشه که میتونه گزینه بدیل باشه کشور مثل ایران یا کشور مثل پاکستان که شما عملا گفتین که این گذشته ها تمامیش تجربه مداخله این کشورها بوده. سوال این است که گزینه بدیل است، سوال است که وقت شما در چانه زنی در آخرین نقاطشان میخواین برین، همیشه فکر افتادن و فکر برهم خوردن مذاکره را میکنین که در نهایت فکر آخرین نقطه بعدش از نظر منطق سیاسی که امریکا ممکن بگه خب با مان خدا رفتیم هیچ گزینه صفر. بنان آقای کرزی ناچار است منعیس یک سیاستمدار مسئول بره محاسبه خود بکنه که امرای ایران و پاکستان با کدام روز روبرو خواهد شد. آقای فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگانم به این بحث پیوستن، خیلی خوش آمدین آقای مجیدی. ظاهرا هم صداهای همسان از آقای حکمتیار، ملا عمر و ایران در باب پیمان و در کنار آقای کرزی بلند شده، فکر میکنین این همسویی ها چگونه است؟
بنام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما. سلام به شما. عرض پوزش که راوندان بود به سر ترافیک کابل بسیار وحشتناک شده روز اخیر. بله متاسفانه در اول خوب میخواهم کوتاه در مورد موضع‌گیری‌هایی که فردی میگیره رئیس جمهور و نه هیچ یک از اعضای تیم حکومت و نه هیچ یک از مردم کلن در مردم افغانستان با موضع‌گیریشان موافق نیستن و مخالفت خود را حتی جرگه‌ای که برگزار شد هم مخالفت کردن و گویا طرفدار این هستند که حتما باید این توافقنامه که جزء پیمان استراتژیک هست امضا شود. خب در مورد این که طالبان آقای حکمتیار و کشور ایران جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند، خب طبیعتا اونا بر اساس اون داشته ها و منافع خودشان موضع‌گیری مشخص دارن که از اونا گلایه هم مردم افغانستان ندارن، بلکه گلایهشان بیشتر از دولت مردا و حکومت و موضع‌گیری های نامناسب حکومت افغانستان هست که کارساز نیست و این میتونه که به ضرر مردم افغانستان تمام بشه. حالا ظاهرا طالبان و آقای حکمتیار ستودن آقای کرزی را که این گونه پافشاری بکنه و امضا نکنه، فکر میکنین این مشکل از شخص آقای کرزی بوده که میدان داده حالا با حزب اسلامی و طالبان که بیاین تا این حد پیش و در کنار آقای کرزی؟ خب من فکر میکنم که دلیلی که میتون رئیس جمهور داشته باشه، اجازه میخوایم که برش اشارت داشته باشم، با کی موضع‌گیری رو دارن. رئیس جمهور من فکر میکنم به خودشیفتگی که معمولا سیاسیون به او گرفتار میشن و یک توهم زدگی گرفتار شده و یک نوع بیماری هست که تنها خودش هست که موضع مشخص شش بر اساس منافع ملی متاسفانه نیست و بر اساس آن امتیاز طلبی هایی هست که جز ای که تداوم قدرت و باقی ماندن در قدرت یا مستقیم یا غیر مستقیم دلیل دیگه نمیتونه باشه و ای متاسفانه سر تا سر ضرر هست برای مردم افغانستان که قبلا شما اجرات داشتین برای بدیل و راه های بدیل. فکر نمی کنم که اگر هیچ بدیل وجود داشته باشه. اون چی شما میگین که آقای کرزی دچار توهم زدگی و خودشیفتگی شده باشه، باز هم باید یک محاسبی داشته باشه و روی بعضی از جاها کشورها و منابع حساب باز کرده باشه. میتونه کجا باشه این سفر به ایران؟ میتونه خب یکی از اون گزینه ها باشه و باز کردن یک حساب بدیل؟ من فکر نمی کنم که آدمی که به این بیماری گرفتار شده باشه یا گرفتار باشه بتونه که خب طبیعتا در حالت غرق شدن شما به هر خس و خاشاک دست میگیرید برای نجات پیدا کردن و در حالت در این حالات که فشار زیاد روانی بالای رئیس جمهور هست فکر میکنم که به هر آدرس مراجعه بکنه تا بتونه که همکاریشان را و توجهشان را جلب بکنه، اما بیفایده هست و بدیلی البته بر توافقی که ما با ایالات متحده آمریکا و غرب باید داشته باشیم این هم در اثر مدیریت ناسالم و سیاست های غلط حکومت هست و بر اساس مجبوریت ها و وضعیت بد ما و شرایط بد ما در حال حاضر هست. هیچ افغانی حاضر نیست که ما همچنان دست ما دراز بمانه و دست نگر باقی بمانیم و تا ابد. شما شنیدید اخیراً که مسئولین وزیر صاحب مالیه اعلان کرد رسماً که 100% بودجه ما را خارجی‌ها تکمیل میکنن و اکمال میکنن و در چنین وضعیتی ما زیاد حق انتخاب و گزینه‌های را نداریم. آقای رحمانی واقعاً آقای کرزی دچار یک توهم زدگی و خودشیفتگی شده، کوتاه بفرمایید. ببینین یک طنز بسیار مشهور است در جامعه ما، شما هم مردم او رو بلد است که یک مرد دهاتی یک روز گوسفند را گرفت میبرد از خانه برای فروختن، در راه یک چند نفر هوشیار، یک نفر پیشریش آمد گفت سگ کجا میبری، دو نفر آمد سگ کجا، سه نفر، چهار و آخر نفر پنجم که گفت الاکت گفت شاید ما غلط میبینیم البته راستی سگ است. ما با این مشکل سر دچار هستیم.
و تمام رئیس جمهورها با این مشکل سر و کار است. حلقه که در چهار طرفشان می باشند بزرگترین وظیفهشان است که معلومات درست برش بدن. اگر کلگی برش معلومات غلط بده و کشورهای همسایه برش معلومات غلط بدن، ناچار است در یک منطقه در یک نقطه از زمان برسه میگه البته فکر میکنه محاسبه که من از ذهن خود اصلا داشتم غلط است، آنچه کلگی میگه درست است. یک چیزی که بسیار جدی و خطرناک است، با بیرون شدن تمام حلقاتی که یک نظر بدیل بر رئیس جمهور میدادند، مثل آقای اسپانتا، مثل یک تعداد زیادی که رفتن پیوسته دور، شما به یک حالت بسیار عجیب غریب مفکم رئیس جمهور بزرگترین مشکلش از امروز به بعدی خواد بود که تنها از دنیا یک تصویر میگیره و او یک تصویر سیاسی است. یک چند نفر دیگه کار است که برش یک تصویر بدیل و یک محاسبه بدیل هم بدن. اگر قرار باشه که رئیس جمهور خودش قبول کنه که خب خدا دست و پای بسته به یک تصویر قبول میکنه، از او بعد دیگه چاره نمیبینیم برش. و آقای مجیدی کوتاه بفرمایید که سفر به ایران چه تأثیر روی امضای این توافقنامه خواهد داشت و چه نتیجه در پی خواهد داشت؟ قرار است آقای کرزی یک شنبه هفته آینده به تهران سفر بکنند. خب مقامات دولتی و حکومتی ایران سیاسیون بسیار مجرب و با تجربه هستند. حکومت فعلیش خوب هم در توافقات اخیر دستاوردهای هم داشتند و نزدیک میشن، دارن با آمریکایی ها، یعنی فاصله کم تر شده میره و در این وسط من فکر میکنم که فعلا موضوع ایرانی ها مشخص هست، اونا مخالف هستند با این و هیچ دستاورد فکر نمی کنم که آقای کرزی از این سفر به دست بیاره. سپاسگزارم. فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگان و ادریس رحمانی پژوهشگر مسائل سیاسی، ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. در بیوگرافی جدید ولادیمیر پوتین که از سوی یک کارشناس علوم سیاسی روس منتشر گردیده، پوتین را فرد زخم خورده و هم جنسگرا خوانده است. روزنامه دیلی میل نوشته استانیسلاو بلکوفسکی، دانشمند علوم سیاسی روس، در کتاب با نام پوتین مدعی شده که شایعه وجود رابطه میان پوتین و ژیمناست زن مشهور روسی توسط تیم روابط عمومی وی ابدا شده و دلیل آن احتمالاً برای منحرف کردن افکار عمومی از مسئله هم جنسگرا بودن رئیس جمهوری روسیه است. بلکوفسکی با انتشار این کتاب موجب خشم کرملین شده، چرا که در این کتاب پوتین رئیس جمهور بزرگترین کشور روی زمین پسر ضعیف یک فرد الکلی توصیف شده است. بلکوفسکی نوشته کلید درک ذهنیت ولادیمیر پوتین در دوران کودکی او نهفته است. ولادیمیر کوچک که عملا بدون پدر و بدون عشق و مراقبت والدینش بزرگ شده، یک کودک منزوی و ابوس بود. پوتین پسر یک فرد الکلی بود و دو سال قبل از تاریخ تولد رسمیش به دنیا آمده است. مادر وی با ولادیمیر به گرجستان رفت و این کودک چند بعد به لینینگراد منتقل شد و به زوج دیگری سپرده شد که والدین رسمی رئیس جمهور آینده شدند. بنابر گفته بلکوفسکی، پوتین تمام عمرش را صرف جستجوی یک خانواده جاگزین کرد. وی بوریس یلسن را پدر جاگزین پوتین می‌داند و رومان آبراموویچ، مالک باشگاه فوتبال چلسی، را نیز به عنوان برادر جاگزین پوتین معرفی می‌کند. وای پوتین را یک سیاستمدار شدیداً تنها می‌داند که حیوانات را به انسان‌ها ترجیح می‌دهد و در اثبات این ادعا می‌گوید تصاویر پوتین هم را با ببرها و خرس‌ها صحنه‌پردازی نیستند. در این عکس‌ها پوتین واقعی نهفته است. او از مردم و وظایف فرار می‌کند و به طبیعت پناه می‌برد. وچه‌پردازان در کرملین هستند که دائماً داستان‌های درباره شجاعت وای ساخته و مدعی رابطه وای با آلینا کاباوا، قهرمان المپیک، می‌شوند، در حالی که چنین داستانی ساخته و پرداخته تیم روابط عمومی پوتین است. رئیس جمهور روسیه احتمالاً به صورت بالقوه همجنسگراست. این کتاب همچنین روایاتی از زندگی دختران پوتین، ماریای 28 ساله و یکاترینای 27 ساله دارد.